نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 24 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با زمان شرعی خواندن نماز مغرب و افطار روزهای ماه مبارک رمضان فرمودند: بحثی مشهور میان فقهای شیعه در این زمینه وجود دارد که شهرت عظیمه یافته است و بر اساس آن زمان شرعی اذان مغرب و افطار روزه ماه مبارک رمضان ذهاب و زوال حمره مشرقیه از قمة الرأس می باشد. معظم الله در تشریح معنای این عبارت فرمودند: بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه زمانی که سرخی در طرف مشرق بعد از غروب آفتاب از بالاترین نقطه آسمان از بین رفت، میتوان نماز مغرب را خواند و روزه را افطار نمود. ایشان با نقل روایتی از امام صادق علیه السلام در این زمینه فرمودند: از حضرت صادق صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند هنگام مغرب قدری صبر و تأمل کنید، و منظور امام علیه السلام این بوده که اول غروب فوراً نماز مغرب را نخوانید و فوراً روزه خود را افطار نکنید، بلکه کمی صبر کنید تا هوا تاریک شود. آیت الله العظما شیرازی در ادامه تاکید کردند این نظر در میان فقهای شیعه شهرت عظیمه دارد، و اما در میان فقها تعداد بسیار کمی، شاید در بین 100 نفر یک یا دو نفر گفته باشند که زمان نماز مغرب هنگام غروب خورشید است، اما این خلاف مشهور است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. حسب روایات و جمع بین روایات، مشهور استفاده کردن مغرب نه غروب، بعضی گفتن غروب لازم نی مغرب، مستحب تأخیرش تا مغرب. روایت سازگاری نداره، میگه وقت مغرب به باب. حالا چه اونایی که گفتن وقت غروب، چه اونایی گفتن خبرتم. میگه وقت مغرب چی؟ چی میگه روایت؟ روایت میگه حین تجل الشمس. خب همین، وقتی یه روایتی دیگه داشته این را بیان کرده، فرموده غروب لا تغرب حتی یغرب کرسیها. کرسیها، کرسیها یعنی چی؟ یعنی وقتی که خورشید تو افق پایین میره دیگه نمیبینستش آدم، همون لحظه از طرف مشرق یه سرخی بالا میاد و میاد از روی سر میگذره و میره طرف مغرب. وقتی که از سر گذشت اون کرسیه هاست.